آرامش آرامش اقدام و کارشناس امنیت ملی با ماست. آقای آرامش، این از اون پرونده های کیفری هستش که نمونه پیشین نداره که بدونیم دقیقا چه شکلی خواهد بود، اما از نظر اداری برای ما توصیف بکنید که از اینجا به بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. آقای ترامپ سوار ماشین میشه میره دادگاه، مرحله بعدش چه؟ خب پرونده مدنی نیست، پرونده است کیفری. من دو سه بارم شنیدم میگن جنایی، نه جنایی نیست، قتلی انجام نشده. پرونده مدنی داریم یا کیفری؟ مدنی موقعی است که طرفین همدیگر رو شکایت میکنن، درخواست مالی دارن، غرامت میخوان. پرونده کیفری ولی یه طرفش حکومته، حالا میخواد دولت فدرال باشد یا دولت ایالتی. پرونده کیفری جزاش هم میتونه فقط جزای نقدی نباشه. چرا؟ چون کیفر است و پرونده است جزایی، یعنی طرف مقابل میتواند، اون کسی که متهم است میتواند بعد از محکومیت و بعد از رد تمام تجدید نظرخواهی ها و فرجام ها به زندان بره، یعنی آزادیش رو حکومت سلب بکنه. اتفاقی که خواهد افتاد اینجا یک هماهنگی است بین محافظای آقای ترامپ که سیکرت سرویس به اون محافظت میده و پلیس نیویورک مسئول حفاظت از دادگاه های شهر نیویورک است. از لحاظ روند قضایی، اتفاق اولی که خواهد افتاد برای هر پرونده جزایی، متهم میره جلوی دادگاه، بهش میگن arraignment یا همون تفهیم اتهام هست. معمولا در روز arraignment کسی که تفهیم اتهام میشه میگه آیا من guilty هستم، آیا محکوم، آیا مجرم هستم، یا میگه مجرم نیستم، یا میگه no contest، یعنی من فعلا نظری نخواهم گفت. به احتمال خیلی زیاد آقای ترامپ میگه که من مجرم نیستم، من خاطی نیستم، و میگوید که no guilty، و تا اینکه به روند قضا ادامه پیدا بشه ادامه پیدا بکنه. روند مسئله بعدی گرفتن عکس هست از متهم، بهش میگیم ماکشات. اگه دقت کرده باشی در بسیاری از پرونده های مختلف میبینی که کسی یک تابلوی پلیس رو جلوش گرفته، روش عدد ارقامی هست و اون عکس رو میگیرن. معلوم نیست که اون عکس آیا منتشر خواهد شد یا نه، ولی بالاخره یک عکس کیفری، یک برای یک عکس از متهم برای این پرونده کیفری گرفته خواهد شد، از او انگشت نگاری خواهد شد و تفهیم اتهام. در این مورد عکس ماکشات به قول شما، من از طرف تیم حقوقی شنیدم که ظاهرا در این مورد خاص قرار نیست از او عکسی بگیرن. اگرم بگیرن منتشر نخواهند کرد. بله، چون ببینید هرچند که سیستم قضایی آمریکا قرار نیست فرقی بگذاره بین یک شخص بسیار مهم مثل رئیس جمهور سابق ایالات متحده یا یک شخص معمولی، یک شخص حقوقی مدنی، یک شخص فقیر حتی، ولی بالاخره در این پرونده به خصوص یکی از دلایلی که عکس میگیرن اینه که خب عکسی از متهم داشته باشن که اگر طرف متواری شد، خب بالاخره چهره آقای ترامپ چهره بسیار بسیار شناخته شده است. دوم مسئله وثیقه است، آیا برای ایشون وثیقه صادر خواهند کرد یا نه. وثیقه هم اگر باشه بعید میدونم بسیار باشه. معمولا در صدور وثیقه قاضی به چند نکته نگاه میکنه. نکته اول مهم بودن یا اون شدت و حدت جرمه. مسئله دوم میگیم risk of a flight، یعنی خطر در رفتن این شخص. نکته سوم به قول معروف اون قدرت مالی شخص. مثلا میگم اگر شما یک جرم بسیار بزرگی رو مرتکب شده باشید، حتی با اینکه توانایی مالی هم دارید، ولی ریسک متواری شدن شما بالاست، ممکنه که اصلا قرار وثیقه صادر نشه. خب برای آقای ترامپ همچین خطر تقریبا فکر میکنم وجود نداره. کجا میخواد متواری بشه؟ و کجا میخواد متواری بشه؟ و اتفاقا برعکس، به از لحاظ سیاسی شاید این پرونده به ایشون بسیار هم کمک کرده ایشون بمونه و سر این بجنگه، و الان میبینید در نیویورک و در بعضی شهرهای دیگه رالی و تظاهرات هست. بگم شانسش حتی 99%، نه شانسش 100% که ایشون میمونه و ادامه رسیدگی خواهد شد به پرونده. بعد میافتیم به روند قضایی خود پرونده. پرونده ها در دادگاه های آمریکا همونطوری خود شما هم مستحضر هستید یه ضرب المثلی داریم، میگیم چرخهای عدالت خیلی کند میچرخند. این یه خوبی داره، خوبیش اینه که کسی که متهمه از تمامی مزایای یک سیستم قضایی صبور برخوردار بشه که اینها رو مثلا مثل ایران 2 هفته نگیرن و محاکمه نکنن و اعدام نکنه. نخیر، یک سیستمی خواهد بود که یک روال طولانی خواهد داشت و بعد از اون چیزی که بر اساس قانون دادستانی هر شواهد و مدارکی که داره رو باید به صورت کامل در اختیار وکلای متهم بگذارد. بسیار پرونده ها بوده که دادستانی چه عمدن چه سهوًا، حتی ممکن بوده بخشی از مواردی که خیلی هم مهم نبوده رو، اون شواهد و مدارک و به قول معروف آتویی که از طرف دارن رو با متهم تقسیم نکردند، با متهم با وکلای متهم ندادند و پرونده از رده خارج شده به خاطر اینکه این شده سوء استفاده دادستانی از مدارک. به خاطر همین استپ های بعدی یا قدم های بعدی
دادن تمام ادله، شواهد و مدارک به صورت کامل خواهد بود به وکلای آقای ترامپ. اینها مطالعه خواهند کرد. در روال عادی جلسات مختلفی برگزار خواهد شد برای اینکه ببینیم اصلا در این شکوایه‌ای که خب بعضاً هم شکوایه هم نیست، کیفرخواسته، کیفرخواست کیفری است، شکوایه مدنی نیست، در این کیفرخواست این 30 فقره‌ای هست چی هست. الان همونطور که میدونید این کیفرخواست تحت مخرمومه به دلایل حساسیت هایی که هست، ولی ما میدونیم یکی از این بخش های بزرگ این کیفرخواست این استش که ایشون تقلب کرده در اسناد تجاری و اسناد بیزنس که داشته. چطور بوده؟ یعنی آمدن پولی دادن به این خانمی که پرنستار بوده و ادعا میکنه که با آقای ترامپ همبستر شده. آقای ترامپ اومده به او حق و سکوت داده، حق و سکوت را از طریق وکیل قبلی خودش که او هم زندان رفت مایکل کوهن از طریق او داده و بعدن به او گفته که این پول رو به عنوان حق و سکوت درج نکنن، این رو به عنوان مخارج قضایی و مخارج کمپین و کارزار خرج کردن که اون موقع میشه. در بدترین حالت آقای آرش بخشو طرفتون رو قطع میکنم، در بدترین حالت به نظرتون چه اگر محکوم بشه چه حکمی منتظر او هست در این مورد خاص؟ میدونیم که احتمال داره مدارک دیگری هم وجود داشته باشه، اتهامات دیگری هم وجود داشته باشه، اما در مورد این اتهام خاص فکر میکنید که چه چیزی میتونه منتظر او باشه؟ معمولا برای خاطی که اگر دفعه اولش هست که محکوم میشه، برای آقای ترامپ در دادگاه کیفری دفعه اول خواهد که ایشون محکوم، اگر محکوم میشه احتمال میدم حتی اگر حکم زندانی هم بریده بشه این حکم زندان معلق بشه. در نظر داشته باشید که حتی اگر حکمم صادر بشه ایشون این حق رو داره که فرجام خواهی بکنه و بارها تجدید نظر بکنه. یک تجدید نظر مقدماتی که ایشون کاملا از اون برخوردار هست و حتی ممکنه به دادگاه های عالی تر هم بره، ولی اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد بعد از اون به احتمال زیاد میگم کسی که خاطی اول، البته باید ببینیم اون فقره های دیگه هم چی هست، چه وقتی چون فقرات دیگر اونقدر سنگین، اگه مجرم شناخته بشه مجرم کیفری آیا همچنان میتونه برای ریاست جمهوری 2024 اقدام کنه؟ یکی از ویژگی های جالب سیستم سیاسی ایالات متحده است، شما میتونید متهم باشید، محکوم باشید، در زندان هم باشید، ولی هنوز بتونید کاندید مقام سیاسی بشید. تنها موقعی که قانونگذار گفته شما نمیتونید کاندید بشید موقعی هستش که علیه مملکت شورش میکنید، انسرکشن. حالا اینو چرا گفتم؟ اگر به خاطر اتفاقاتی که سال 2021 در 6 ژانویه افتاد آقای ترامپ رو اون در یک دادگاه فدرال بیان که کیفرخواست سرش بیارن و او رو اونجا محکوم بکنن بر اساس اون جرم که هنوز هم چه اتفاقی نیفتاده، همچین کیفرخواستی هم نیست، اون موقع بر اساس اون جرم ایشون دیگه سلب صلاحیت میشه ازش برای داشتن هر گونه پست و مقام دولتی. نکته آخر، اینجا دادگاه ایالتیه، به خاطر همین اگر کسی هم بخواد ایشون رو عفو بکنه رئیس جمهور نخواهد بود. رئیس جمهور فدرال فقط میتونه در مورد محکومیت ها و جرم های فدرال عفو صادر کنه. این دادگاه است ایالتی، کسی که بتونه اگر بخواد عفو بکنه میشه گاورنر یا فرماندار اون ایالت، خب خیلی بعید میدونم فرماندار دموکرات ایالت نیویورک. اگر آقای ترامپ محکوم بشه او رو عفو. من آرام آرام از گوشه این استودیومون دارم میبینم که خودروهای حامل آقای ترامپ به نظر به حرکت در اومدن، اگه بتونیم تصاویر زنده‌اش رو پخش بکنیم. بله، همونطور که میبینید همین لحظه که داریم صحبت میکنیم کاروان حامل دونالد جی ترامپ رئیس جمهوری سابق ایالات متحده آمریکا از اقامتگاه او در برج ترامپ در منطقه میانی منهتن، عازم منطقه جنوبی منهتن هستند برای دیدار با مسئولان قضایی ایالتی در نیویورک. آقای آرامش، فکر میکردید اصلا چنین روزی رو هرگز ببینیم در تاریخ آمریکا که یک رئیس جمهوری با پرونده کیفری روبرو میشه؟ ببینید، تنها جایی که ما نزدیک به این قضیه آمدیم زمان آقای نیکسون بود. آقای نیکسون در سال 1973 که استعفا داد، رئیس جمهور بعدی آقای فورد او را از تمامی گناهان عفو کامل داد، ولی همه اون اتهامات فدرال بود. راستش بخواید نه، من دموکراتم، هیچ علاقی هم با آقای ترامپ ندارم، ولی واقعا روز خوبی نیست که ببینم یک رئیس جمهور ایالات متحده از هر حزبی، حتی با شخصیت و منش آقای ترامپ که خب به کسی پوشیده نیست، بنده اصلا هیچ تمایل خاصی به ایشون ندارم، دوست ندارم ببینم که رئیس جمهور ایالات متحده با جرم‌ها و اتهامات کیفری مقابله بکنه، یا حتی از اون بدتر یک رئیس جمهور ایالات متحده خدای نکرده وارد به زندان بشه. ولی از اون طرف هم بالاخره اتهامات بسیار جدی است. بله. و گوی دیگه این ترازو هم این استش که عدالت باید
انجام بشه. به خاطر همین عدالت هرچند که سخته، هرچند برای اونایی که این کشور رو دوست دارن بله. احترام میذارن به اون مقام ریاست جمهوری، ولی متاسفانه با بعد این روزهای سخت رو طی بکنیم و ببینیم چه خواهد شد. و خب چون پروندهم کیفری هست، آقای ترامپ اونقدر راه مانور ندارد مثل دادگاه‌های مدنی که هر جا خواهد بگوید و هر جا خواهد بکند. اینجا دیگه قاضیه، این دادگاه کیفری که قاضی بسیار پرتجربه هم هست، اونجا به قول معروف خیاط هست و میدوزد و میبافد، اجازه همه حقوق اون متهم رو بهش خواهد داد، ولی اینطور نیست که آقای ترامپ بتونه اونجا رو دوباره به یک سیرک یا شوی سیاسی تبدیل بکنه. ممنونم از شما آرش آرامش، شوقدان و کارشناس امنیتی ملی با ما.